مسیح. کلام خدا اینجا به ما میگه از نسل زن پسری به دنیا میاد که بین او و بین ذریت شیطان، یعنی نسل شیطان، عداوت یعنی دشمنی خواهد بود. او سر شیطان رو خواهد کوبید، که میبینیم کلام خدا اشاره میکنه که مسیح بر صلیب سر شیطان رو کوبید و شیطان پاشنه او رو خواهد گزید. اصطلاح عبری به معنای این که وقتی مار پاشنه کسی رو میگزید او در واقع میمرد، که میبینیم مسیح بر روی صلیب آن بدن که بر خود گرفته بود رو پاره کرد، داد، اون بدن از او گرفته شد به اون مفهوم انسانی خودش، مرد و در روز سوم قیام کرد و اون روز دیگه کار مذهب اونجا تمام شد. پس ببینید مذهبی که خدا داد، مذهبی که کلام خدا میگه پاک، مقدس و بی‌عیب هستش، از اون ابتدا به ما داده شد. اما قرار این نبود که بعد از این راهی که خدا نشان داد به ما که هدفش این بود همینطور انسان‌ها بیان و مذاهب از خودشون اختراع بکنن، این مذهب بعد از اون مذهب میاد، اون مذهب بعد از اون مذهب میاد و ما الان در قرن پست مدرن زندگی میکنیم بگیم همه مذاهب از یک چیز صحبت میکنن. نه، همه مذاهب از یک چیز صحبت نمیکنن. حتی مذاهبی که به دست انسان‌ها اختراع شد از یک چیز صحبت نمی‌کنن. فاصله‌شون مثل تاریکی و روشنایی، مثل روز و شب، از همدیگه فاصله دارن و با هم متفاوت هستن. اما اون مذهب واقعی که خدا داره ازش صحبت می‌کنه، معلم ما که ما رو به مسیح هدایت می‌کنه، از همون ابتدا داده شد و از همون ابتدا هدفش مسیح بود و از همون ابتدا انسان‌ها این مذهب رو دریافت نکردن که باهاش نجات پیدا کنن. این مذهب رو گرفتن تا اون ارتباطی که بین اونها و خدا شکسته شده بود به جای اول خودش برگرده. یک آیه دیگر رو اینجا نشونتون بدم و دیگه پرحرفی نکنم. آیه فصل 4 آیه 1 رو نگاه کنید، خواهش میکنم. همون پیدایش 4 نیست؟ لطف بفرمایید بخونید این آیه رو. چهار یک. و آدم زن خود هوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. دقت می‌فرمایید اهمیت این آیه رو؟ هوا میگه چون خدا گفت از نسل زن پسری خواهد آمد که سر شیطان رو خواهد کوبید، هوا فکر کرد که خدا داره او رو میگه. یعنی این پیشگویی برای هوا اینقدر نزدیک بود که وقتی پسر او قائن به دنیا آمد، حوا در اینجا میگه مردی از یهوه حاصل نمودم. یعنی این اون پسریه که خدا گفت میاد و سر شیطان رو خواهد کوبید. البته حوا اشتباه میکرد، قائن اون پسر نبود، اون پسر عیسی مسیح بود و حوا نتونست این پیشگویی رو ببینه که کی به انجام میرسه. ولی بقیه انسان ها از زمان حوا به بعد تا زمان ظهور عیسی مسیح همه با این احساس، البته من بنی اسرائیل و فرزندان ابراهیم رو دارم عرض میکنم، اونهایی که پیرو مذهب واقعی بودن نه مذاهبی که به دست انسانها ساخته شده، اونها همه با این امید و با این دید قوانین مذهبی رو انجام میدادن که مسیح در زمان اونها ظهور میکنه. یعنی از هزارها سال قبل از صلیب مسیح به جلو نگاه میکردن و با ایمان به آن شخصی که خواهد آمد و پایان و انجام مذهب خواهد بود قوانین مذهبی رو انجام میدادن و با اون ایمان نجات پیدا میکردن. دقت میفرمایید همونطور که امروز من و شما به 2000 سال بعد قبل وقتی که عیسی مسیح جانش رو بر روی صلیب برای ما داد نگاه میکنیم، آنهایی که قبل از صلیب مسیح بودن با ایمان به آن صلیب، با ایمان به آن قربانی برتر قوانین مذهبیشون رو انجام میدادن و نجات پیدا میکردن. پس مذهب از همون ابتدا بود. شما الان چقدر تیتر قشنگی انتخاب کردید، مسیح ضد مذهب. الان با این توضیحاتی که من دادم، مسیح ضد کدوم مذهبه؟ مذهب مریض. مذهب مریض، مذهبی که انسانها ازش استفاده غلط کردن، مذهبی که خدا اون رو نداده بود انسانها درستش کردن. دقت میفرمایید ما داریم از اون مذهب صحبت میکنیم. بعد اینطور که شما میگین، یعنی وقت آدم کتاب مقدس رو میخونه، کلام رو میخونه، از همون اول تمام پیشگویی ها، تمام نبوت ها، همه حرفایی که توی کلام رو میخونیم و زده شده، یعنی همه به مسیح نگاه میکنه و چشمش به مسیحه و دقیقا. اون رو پیشگویی میکنه. دقیقاً. حتی ما میتونیم توی ابراهیم و اسحاق اونجوری که میبینیم حتی قشنگ نشون داده میشه. کاملا صحیح. قبل از اینکه به ماجرای ابراهیم و اسحاق برسیم که بحث بسیار زیبایی رو پیش کشیدی شما در ادامه این پیشگویی ها، یک آیه از انجیل لوقا فصل 24 با هم بخونیم.
انجیل لوقا فصل 24 در تایید فرمایش شما، این چیزی که گفتید که بله. تمام این آیات، تمام این پیشگویی‌ها، تمام اون قوانین مذهبی در واقع داشتن به یک نفر اشاره می‌کردن و اون شخص عیسی مسیح بود. بله. انجیل لوقا فصل 24 44 هست. احسن. آیه 44 رو لطف فرمایید بخونید. آنگاه به ایشان فرمود: آیا به یاد دارید که پیش از مرگم وقتی با شما بودم می گفتم که هرچه در تورات موسی و کتابهای انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است همه باید عملی شود. حال با آنچه که برای من اتفاق افتاد همه آنها عملی شد. دقت می فرمایید؟ مسیح به شاگردان خود و اطرافیان خود گفت تمام آنچه که در کتب انبیا و مزمور و قانون، یعنی پنج کتاب موسی تورات نوشته شده، داره به من اشاره میکنه. بارها و بارها به ملایان و مذهبیون یهودی میگه شما در کلام خودتون دنبال چه میگردید؟ شما اگر قانون، کتب انبیا و زبور داوود رو بدونید، اونها همه دارن به من اشاره میکنن. شما اگر شریعت موسی رو خوب میدونستید من رو میشناختید. دقت میفرمایید؟ و حالا برگردیم به مثال زیبایی که میترا جان زدن در رابطه با ابراهیم و اسحاق، اون داستانی که اونجا اتفاق افتاد. چه مطلبی رو میخواستی بگی میترا جان قبل از اینکه من چیزی بگم؟ جایی که ابراهیم میخواد اسحاق رو قربانی بکنه، من. چون خدا امر میکنه که اسحاق رو قربانی بکنه اونجا در کوه موریا، این همون نشونه یا سمبولیه، چون همه کارهای خداوند همه از نشون دهنده و نشون دهنده کاری که بعدها میخواد انجام بده و مردم رو آماده میکنه برای اون چیزی که در آینده میخواد پیش بیاد. کاملا صحیح. حتی قربانی کردن اسحاق هم همین رو میخواد نشون بده که خداوند خودش پسر خود رو میفرسته تا قربانی میشه برای همه مردم جهان. کاملا صحیح. ببینید، شما در داستان قربانی شدن اسحاق وقتی که اون قسمت رو مطالعه میفرمایید در کتاب پیدایش، زیبایی و ظرافتی که این داستان داره حیرت انگیزه و شباهتهاش به مصلوب شدن عیسی مسیح. حتی نویسنده چقدر ظریف داره میگه که اسحاق چوب رو بر دوش خودش، اون چوبی که برای سوخته شدن قربانی در روی مذبح بود، رو بر دوش خودش حمل میکنه. شما میبینید که مسیح اون چوب صلیب خودش رو بر دوش خودش حمل میکنه و ظرافتهای دیگه. و دقت بفرمایید اسحاق کجا داره قربانی میشه بر اساس عهد عتیق، بر اساس تورات؟ کوه موریا. روی کوه موریا، همون کوهی که 2000 سال بعد بر ضلع شرقیش تپه جلجتا عیسی مسیح مصلوب شد. ببینید، خدا در طی تاریخ بشر، تجربه خودش با بشر از طریق مذهب و از طریق اون زندگی خودش با انبیا با ما شوخی نمی کرده، با ما بازی نمی کرده. صحنه به صحنه داشته شخصیت عجیب و زیبای خودش رو بر ما آشکار میکرده و ما رو به مسیح عیسی هدایت میکرده. هدف مذهب، هدف نهایی مذهب عیسی مسیح بود. از همون ابتدا در باغ عدن، در کتاب پیدایش، خداوند پیشگویی کرد که پسری به دنیا خواهد آمد از نسل زن که سر شیطان رو خواهد کوبید. و وقتی سر شیطان کوبیده شد، این پایان مذهبه. آن چیزی که شما آدم و حوا شکستید و بقیه انسان ها هم با اراده آزاد خودشون میشکنن و گناه میکنن، پایان آن روز، خاتمه آن روز، خاتمه مذهب عیسی مسیح خواهد بود. شما وقتی که میبینید خداوند به موسی ده فرمان رو میده، به موسی طرز ساخته شدن خیمه رو میده، به تمام انبیای دیگه تمام دستوراتی که میده، همه اینها دونه به دونه به شخصیت عجیب عیسی مسیح اشاره میکنه. و اگر شما دستتون رو روی زندگی عیسی مسیح بگذارید و واقعی مصلوب شدن، تولد و قیام او رو بپوشانید، تمام این اتفاقات که در طی تاریخ بشر، در طی مذهب واقعی که خدا به بشر داد اتفاق افتاده، همه معانی خودشون رو از دست میدن، مفهوم خودشون رو از دست میدن، بدون هدف خواهند بود. ببخشید توی کلامتون همون جایی که مثال ابراهیم و اسحاق رو زدیم یا خیلی مثالای دیگه، اگه همینطور ما نگاه بکنیم به این مسئله، چون خیلی وقتا من قبلا شنیدم میگفتن که چرا خدا ابراهیم رو امتحان کرد، میگفتن به خاطر اینکه ایمان اون رو امتحان بکنه. ولی خب اگه فقط از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، خب خیلی بی‌معنی میشه، یعنی این کار خدا